بینندگان گرامی، من نصرالله قاضی هستم و برنامه مشترک تلویزیون های حزب کمونیست ایران و رای کارگر را به مناسبت اولین روز جهانی زن پس از انقلاب ژینا رو به شما تقدیم می کنم. حزب کمونیست ایران و سازمان کارگران انقلابی ایران رای کارگر در بیانیه‌ای به این مناسبت منشور حقوق زنان ایران را منتشر کردند. در مقدمه این منشور از همه فعالین و پژوهشگران زن تقاضا شده است که برای جامعه تر شدن این منشور انتقادات، اصلاحات و نقطه نظراتشون رو مطرح کرده و با ما به بحث بگذارند. با شاد باش روز جهانی زن و بهترین آرزوها برای پیروزی انقلاب زن، زندگی آزادی. امیدوارم که این برنامه مشترک مورد توجه شما قرار بگیره. با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر و بینندگان تلویزیون حزب کمونیست ایران، چون که این برنامه مشترکیه که توسط تلویزیون های راه کارگر و حزب کمونیست ایران تهیه میشه. در گفتگوی امروز من در خدمت رفیق پروانه بوکا هستم. ایشون دبیر اول حزب چپ آلمان در شهر هانوفر هستند و عضو هیئت دبیران ایالتی حزب چپ آلمان در ایالت نیدرزاکسن و همینطور رئیس فراکسیون در پارلمان منطقه شهر هانوفر. رفیق بوکا، خوش آمدید و از داشتن شما در این برنامه واقعا احساس خوشحالی میکنم. قربان شما، خیلی متشکرم. درود خدمت شما و بینندگان دو برنامه نازنین تلویزیون. مرسی. رفیق بوکا، الان ما در آستانه 8 مارس امسال هستیم، روز جهانی زن. شما به عنوان دبیر اول حزب چپ آلمان در شهر هانوفر، برای گرامی داشته این روز چه برنامه هایی دارید، اگر برنامه ای هست؟ و مثلا این روز بزرگ زن رو چجوری برگزار میکنید؟ البته علت اینکه این سوال رو من مطرح میکنم اینه که میخوام بینندگان ما بتونن یه تصوری داشته باشن از برگزاری این مراسم در یک شرایط آزاد و دموکراتیک. تنها دلیلش اینه که میپرسم، آیا اصلا برنامه ای دارید؟ بله، ما الان تقریبا حدود 10 سال هست که در آلمان و به خصوص در شهر ما 8 مارس رو فقط یک روز برگزار نمی کنیم، بلکه تقریبا 2 هفته برنامه های متعدد برگزار میشه. مثلا سخنرانی گذاشته میشه، بحث پیرامون مسائل متفاوت گذاشته میشه و تمام شهر درگیر میشه با این بحث روز زن و خودش رو گرفتار میکنه. در واقع تمام شهر گرفتاره، چه از تظاهرات های کوچک به اصطلاح سورپرایزی که مثلا یهو میبینید 10-15 تا دختر خانم جوان با رنگ توی خیابون حرکت میکنن و توی خیابون روی زمین رنگ میپاشن به عنوان اینکه جامعه چند رنگی است، و یا مثلا گروه تئاتر یه جا تئاتر اجرا میکنه، فیلم در این باره ها نمایش داده میشه، سخنرانی های متعدد گذاشته میشه سر مسائل متفاوت. و حزب چپ آلمان سراسری، منظورم نه شهر ما، سراسری هم جایزه کلارا زتکین رو به یک زنی اعطا میکنه. البته قبلش تقریبا اشاره کنید که کلارا کی بود؟ کلارا زتکین زن بسیار بسیار سرشناسی هست که با روزا لوکزامبورگ، اینها در زمانی که انقلاب اکتبر اتفاق میفته، بسیار زنان فعالی بودن، بحثای خیلی خوب و متعددی رو در رابطه با جنبش زنان در
چه در روسیه و چه در آلمان به ویژه لهستان، اینها دامن میزنن و کتاب های خیلی متعددی دارن. ما یک بنیادی داره حزب چپ آلمان به نام بنیاد روزا لوکزامبورگ، بعد یک جایزه زنان داریم به نام جایزه زتکین. این جایزه زتکین هم از تقریبا 5-6 ماه قبل از همه اعلامیه رسمی اعلام میکنن تو تمام مطبوعات که اگر کسی زنی را میشناسد که صلاحیت داشتن این جایزه رو داشته باشه به ما اطلاع بده، بعد اون وقت اون جایزه رو میدن به یک شخصی که حالا فعال اجتماعی، فعال سیاسی، نویسنده است و یا توانمندی های دیگه ای داره. در سطح اینها این اتفاقات اینجا به این شکل صورت میگیره، بعد این برنامه ضبط میشه، پخش میشه، خیلی برنامه جالبیه. بعد میمونه فعالیت های سطح شهری، یعنی ما خود روز 8 مارس یک تظاهرات خیلی عظیمی گذاشته میشه که تقریبا 4 ساعت توی شهر از نقطه مرکزی حرکت میکنه، میره تا منطقه به اصطلاح کارگرنشین هانوفر و اونجا بعد برنامه توی راه سخنرانی های مختلف انجام میشه. مثلا فرض کنید مثلا من که عضو حزب چپ هستم بهم اجازه میدن 2-3 دقیقه حرف بزنم و و و و این برنامه ها در سراسر شهر یک کمیته ای داره که این رو سازمان میده، برگزار میکنه، که من جز این هیئت برگزار کننده هستم و از روز اول که اعلام شد که بشینیم صحبت کنیم چه کارهایی انجام بدیم، من پیشنهاد کردم که چون ما هر سال یک موضوع معین داریم، سر اون موضوع میشینن و تمام برنامه حول اون موضوع مطرح میشه. امسال من پیشنهاد کردم که ما 8 مارس امسال رو هدیه کنیم به جنبش زن زندگی آزادی. چه جالب، خیلی شد. خوب. این از فعالیت های شما برای روز زن در شهر خودتون و کشور خودتون توی شرایط دموکراتیک بود. هم شخص شما و هم حزبتون به چپ آلمان همیشه نسبت به وضعیت زنان در بقیه کشورها و به خصوص وضعیت پناهجویان و زنان پناهجو از کشورهای اسلامی به آلمان تاریخچه خوبی دارید، تاریخچه فعال و مثبتی دارید. میخواستم نظر شما رو نسبت به زنای پناهنده که خب اینا طبیعتاً از زیر سیطره کشورهای اسلام سیاسی خودشون و همینطور زیر فشار گروه های اسلامی بودن، چه درس هایی، چه تجربه هایی برای چپ آلمان عرضه کردن یا به ارمغان آوردن؟ هیچ تأثیری داشته این قضیه؟ ببینید، زنانی که به شکل پناهجو وارد آلمان میشن، حالا من شهر خودمون رو میگم، شهر ما و هومه که تقریبا 1 میلیون جمعیت داره، ما متاسفانه یا واقعا میگم خیلی دردناکه که باید گفت، زنانی که وارد مثلا در پروسه پناهجویی قرار میگیرن بسیار بسیار دچار مشکلات عدیده ای هستن، بسیار مشکل دارن، خیلی سخت خودشون رو میتونن سامان بدن برای اینکه این پروسه ورودشون به آلمان پروسه بسیار دشوار، دردناک، غم‌انگیز و ناراحت کننده ایه. بعد که میان اینجا انگار که یه آدمی رو مرتب این گلوش رو بگیرید شما فشار بدید خفه داره میشه، بعد یهو ول میکنید، یک نفس عمیقی میکشه و هیچ انرژی برای اینکه در فعالیت ها شرکت کنه تقریبا نمیمانه تقریبا، اما با وجود این شرکت میکنه، شرکت میکنن. مثلا ما یه برنامه داریم به نام تعریف از زندگی، هر کس مثلا 2-3 دقیقه تعریف کنه. تو این بخش بسیار زنای پناهجو بسیار فعالن، میان به زبان مادریشون توضیح میدن که چه پروسه هایی رو طی کردن، چه گرفتاری هایی رو داشتن و واقعا دردناک، دردناک به معنای واقعی. اما بعد اون وقت
نهادهایی که با زنان سر و کار دارن، از اونها که چه کارهای اجتماعی زنان میکنن، چه مستقیم گروه های زنان هستن، سعی میکنن به این زنها انواع و اقسام کمک ها رو ارائه بدن که بتونن این زنها رو پای خودشون باشن. ولی انقدر مشکلات جا افتادن توی به خصوص اوایل، انقدر مشکلات جا افتادن زیاده که دیگه تو فرصت این که به این کارها برسی نداری، به ویژه اگر بچه هم که داشته باشی، همسر هم داشته باشی. ببینید توی تقریبا 4 دهه گذشته، از این نظر به 4 دهه گذشته اشاره میکنم که هم اون انقلاب اسلامی ایران سال 79 اتفاق افتاد و هم توی افغانستان تو همین زمان ها بود. حالا بگذاریم، بعد سوریه اضافه شد، عراق اضافه شد. از این 4 تا کشور خاورمیانه خیلی زنای پناهجویی هستند که میان به اروپا و عده زیادشون میان به آلمان، عده زیادشون من فکر میکنم تو شهر شما هستن. اینا به هیچ وجه تونستن با همدیگه ارتباطاتی برقرار بکنن، از تجارب همدیگه استفاده بکنن، یا به همدیگه کمک بکنن، یا اینکه همچنان توی جدایی های ملی توی به اصطلاح جوامع خودشون هستن و به زندگی مبارزه و به اصطلاح ادامه حیاتشون مشغول هستن. ببینید یک مسئله بسیار مهمی که بین ملیت های مختلف، از خب حالا افغانی ها با ایرانی ها راحت میتونن صحبت بکنن، بله عراقی ها با سوریه ها میتونن به خاطر زبان عربی و بله اونهایی که در از مناطق کرد زبان میان، اینا میتونن همه با هم دیگه یعنی اینجوری با هم صحبت کنن. اما عرض کردم واقعا انقدر زندگی روزمره فشرده میشه که اصلا جای نفس کشیدن برای زنی که تازه وارد شده نمیذاره. رسیدگی به کار بچه ها، رفتن به ادارات، گرفتن وقت، بعد رفتن چون زبان آلمانی رو نمیشناسن، هنوز بلد نیستن، باید دنبال یکی بگردن، مثلا مثل سوئد و کشورهای اسکاندیناوی نیست، اینجا تو آلمان گرفتن مترجم بسیار دشواره، در صورتی که ادارات در کشورهای اسکاندیناوی یکی یه مترجم آماده میذاره که پناهجو که میاد بره با اون کارشو بکنه، اینجا نه، اینجا باید دنبال مترجم بگرده، مترجم رو باید خودش پولشو بده، بعد نمیتونه پولشو بده، باید بگرده دنبال یک مترجم که کار عامل منفعه میکنه، اون بهش کمک بکنه، مثلا فرض کنید وقت براش بگیره. الان هم که تمام ادارات تلفنی اینها وقت به کسی نمیده، باید همه رو تو کامپیوتر بکنی، تو وارد تازه شدی، وارد کشوری شدی که اصلا نه در رو میشناسی نه دیوار رو میشناسی، هیچیشو نمیشناسی، حالا باید به کامپیوترش هم مسلط باشی، بعد بری تو وبسایت اینا یه دونم وقت مثلا بگیری بری فلان کارتو بکنی، دیر بکنی پولتو قطع میکنن، دیر بکنی وقت بهت نمیدن، دیر بکنی مهری که باید به موقع بزنن نمیکنن. بعد مراکزی که باید به این زنها کمک بکنه، چون دولت این پولها رو کم کرده و پولها رو برداشته ریخته برای جنگ، این انجمنها، این نهادهای عامل منفعه، این نهادهای خیریه همه کم شده، خیلی هاشون در رو بستن خداحافظ. و واقعا برخی اوقات من تلفن هایی دارم که اصلا فقط مونده که بیاد بشینه دستتو ببوسه که تو مثلا فلان کار اداری رو براش انجام بدی، یا زنگ بزن مثلا سر مسئله بچه ها. بعد اینها که تازه وارد میشن خانوادتا بی نهایت با هم درگیرن، زن شوهر، شوهر با زن، مسئله بچه ها، بعد پول، این پولو میگیره نمیده، بعد پول جمع میکنه، اصلا انقدر مشکلات، انقدر این مشکلات وسیعه که وقتی من یه نفر بهم رجوع میکنه شروع میکنه به صحبت کردن، احساس میکنم که انگار درد 15 ساله رو داره تعریف میکنه، در صورتی که مثلا مال 15 روزه، میدونی، یعنی بسیار براشون سخته. حالا در کنار همه اینها بخواد فعالیت سیاسی و اجتماعی هم بکنه که دیگه وقتی نمیمونه، مگر مثلا همسایه‌ای داره که هم زبانشه، میتونه مثلا صداش بکنه بیان بشینن با هم یه چایی بخورن، یه شیرینی بخورن، یه آشپزی با هم بکنن، بیشتر وقت نمیمانه، میدونید کم کردن. ما یکی از اعتراضاتی که الان ما داریم توی این پارلمان ها سر همینه که این پولی رو که دولت میداد این مراکز فعال باشن،
چرا قطع میکنید؟ بله این کرونای لعنتی هم واقعا بسیاری از این مراکز رو از عمل انداخت. هم مزید بر علت شد و هم بهانه یا مستمسک قرار دادن به سلطان شد که اینا بتونن بگن که پول نیست. ما پول نداریم. رفیق پروانه، چیزی بذاری راجع به مسائلی که تو ایران گذشته، توی چند ماه گذشته با شما صحبت کنم. خب طبیعتا شما به عنوان یک ایرانی که در حزب چپ آلمان یا اروپا فعال هستید، نقش دارید، حتما مسائل ایران به ویژه تحولات انقلاب فمینیستی ژینا رو که بعد از قتل ژینا اتفاق افتاد حتما دنبال میکنید. میخواستم از شما بپرسم که تصور فعالان حزب چپ آلمان و تصور کلن افکار عمومی مترقی آلمان نسبت به این خیزش انقلابی که در ایران وجود داره چیه؟ چقدر؟ بی نهایت مثبت مثبت؟ بین مردم. بله بله ما دیروز مجمع عمومی داشتیم، اولین سوالی که من بعد انتخاب می شدم جز کاندیداها بودم، اولین سوال همین بود: چه خبره اونجا، چه جوریه، چی پیش میره؟ که من مسئله سم پاشیدن و موضوع این گازهای شیمیایی رو اونجا مطرح کردم. اصلا باور کنید نگاه میکردم توی سالونی که بیش از 100 نفر نشسته بود، میدیدم این چشماشون همه انقدر باز شده که احساس میکردم که اینا خیال میکنن من دارم دروغ میگم، اینقدر براشون غیر عادی بود. گفتم سوال میکرد تو سم گاز سمی ریختن توی مدرسه دخترها چه جوری، باورشون نمیشد که این شده نیست. توی اخباری که از ایران میاد تا امروز صبح من دیدم که تقریبا حدود 250 مدرسه تحت تاثیر این گازهای سمی قرار گرفت. اصلا وحشتناکه. بله. متخصصین هم در این باره صحبت خوب میکنن که این اگر مثلا در یک مدرسه اتفاق میافتاد میگفتیم خب حالا یه لوله یه گازی مثلا سوراخ داره شده، ولی یه مدرسه، دو مدرسه، سه مدرسه، بعد وقت نه تو یک شهر بلکه توی چندین شهر، نه تو چندین شهر بلکه چندین استان. پس این یک برنامه معینیه که واقعا دارن از دختران جوانی که این بچه ها هن، اینا دخترای جوون مملکتن، ازشون دارن انتقام میگیرن که تو چرا آمدی تو خیابون و مثلا نوشتی زنده باد مهسا، یا مثلا یه روسری یه دقیقه از مات انداختی بیرون. این انتقامه و این یک جرم سنگینیه که این دختران جوان رو بدون محاکمه، میدونید این محاکمه هم نشدند و مجرم شناخته شدن و الان دارن محاکمه میشن و دارن پاسخ میدن به اون چند تظاهراتی رو که رفتن انجام دادن. از این زاویه به نظر من جمهوری اسلامی اصلا متوجه نشد که این کاری که داره میکنه معناش چیه. ببینید خیلی جالبه، رژیم میگه، نه فقط خود رژیم، در ابعاد مختلف مطبوعات و بالای منبر پایین منبر همه جا داد میزنه که آی به مناسبت 14 معصوم 14 تا بچه به دنیا بیارید، پنجشنبه برید با شوهراتون بخوابید یا چهارشنبه بخوابید، نه سه شنبه بخوابید که نمیدونم پسر بشه یا دختر بشه یا نمیدونم همه اینا رو میگه. اینا رو میگه، یعنی میخواد که زنهای جوان بچه دار بشن و همین زنان جوانی که باید بچه دارشن رو مسموم میکنه. خب این چجوری فردا بچه دار شه با این سمایی که به بدنش وارد کردی؟ یعنی خود این حادثه ناشی از خشم وحشتناک بزرگ رژیم نسبت به شهروندانش. این یک خشمه، خشم سنگینی که از مرز خشونت گذشته. واقعا من هیچ لغتی، هرچی میگردم توی فرنگ لغت ده خدا یه چیزی پیدا کنم که این رو نام براش بذارم نمیتونم پیدا کنم. فقط میتونم بگم خشمیه که شما اصلا نمیتونید مرز بذارید، مگر اینکه این خشم برخی از آدم ها دیدید خشمگین میشن با مواد مخدر، مثلا این
میتونم شیشه رو که میکشن خیلی خشمگین میشن، بعد میفهمن چیکار کردن. مثلا این تصویری که این مأمور بسیج حمله میکنه به اون زن که توی خیلی تو افکار عمومی پخش شد توی سوشال میدیا، نه تنها میگیرتش کتکش میزنه و نه یک نفر، بلکه 6 تا 7 تا مرد گردن کلوف میریزن سر یک زنی که موهاشو میکشن، میزننش، دهنشو میگیرن. ببینید این اصلا حتی یک خشونت عادی دولتی هم نیست، این یک خشم وحشتناکیه که من فقط میتونم بگم اینا همه مواد مخدر میزنن، میان تو خیابون زنها رو میزنن. باور کنید مثلا لغتی براش پیدا نمیکنم که بگم این چیست. نه من فکر میکنم خیلی از جامعه شناسام نتونم پیدا کنم که بگن این چه میکنه. بله واقعا توضیحش و توجیهش اصلا غیر ممکنه. با توجه به اینکه همین حملات شیمیایی به مدارس دخترونه در آلمان هم به هر حال بین خود آلمانی ها، نه جامعه ایرانی ساکن آلمان، شناخته شده است و اون رو تقبیهش میکنن، به نظر شما احزاب مترقی آلمان و بقیه نهادهایی که مدافع حقوق زنان و کودکان هستن از چه راههایی میتونن به جمهوری اسلامی فشار بیارن، بهش بگن، بهش تحمیل بکنن تا دست از این اقدامات تروریستیش علیه زنان برداره؟ فکر میکنید یه همچین زمینه وجود داره توی احزاب آلمان؟ احزاب آلمان خب در خیلی از تظاهرات ها شرکت میکنن، سخنرانی میکنن چند دقیقه یا میگن ما از جنبش زن زندگی آزادی دفاع میکنیم و اینها، اما احزاب فقط اعضا هستن که ابراز تنفر میکنن از اینجور حوادثی که بر سر دختران جوان سر این مسئله اومده. مثلا شما تو تظاهرات میکنید، 2 هفته پیش ما یه تظاهرات عظیمی داشتیم علیه جنگ، بیش از 50,000 تا آدم آمده بود، اما اینا آدم ها هستن، میرن اعتراض میکنن توی آلمان، کسی به حرفشون که گوش. منظورتون اینه که سیاست های رسمی احزاب نیست، عکس‌العمل شخصی افراده؟ بلی، اشخاص برنامه هایی میذارن مخالفت میکنن، بعد احزاب مثلا فرض کنید در شهر ما مثلا نماینده سوسیال دموکراسی اومده تو تظاهرات شهر ما مثلا سخنرانی کرده گفته بله من از تظاهرات از این انقلاب دفاع میکنم، از شما دفاع میکنم و و، ولی و همین در همین اندازه است. چرا؟ چون سیاست آلمان، سیاست بزرگ اون بالا دولت، سیاستش این نیست که الان با جمهوری اسلامی در بیفته. بخوان در بیفتن 3 دقیقه طول نمیکشه. ببینید چه برای سر روسیه میارن، چپ و راست بهش فشار میارن، چرا که در سیاست دولته. بعد مطبوعات احزاب همینطور به ترتیب میاد پایین و حول این سیاست دولت افکار عمومی رو میسازه. شما الان ببینید چیکار دارن میکنن با این افکار عمومیشون با روسیه، حتی خواننده اپرای روس رو دم در که قرار بوده بره تو سالن اپرا جلوشو گرفتن گفتن برو بیرون. یعنی تا این اندازه اقدام میکنن. اما سر ایران نه، شما نگاه بکنید حالا این کنفرانس مونیخ هم داستانی هست و باید براتون تعریف بکنم، چون واقعا باید عزیزای ما در ایران بدانند که این تبلیغات های دروغین، انقدر اینا تبلیغات هاشون دروغین و بزرگه که آدم باورش میشه. ولی به هر رو تا دولت آلمان تصمیم نگیره رابطهشو با ایران قطع بکنه و به ایران فشار بیاره اتفاق نمیفته، جز اینکه مردم، میگم دیروز واقعا بیش از 30 نفر با من سوال صحبت میکردن که چه خبر، چه جوری شد، چه کجا رسیدین. مثلا من 3 تا از بندای این منشور عزیزان رو در ایران ترجمه کردم، همه گفتن این بندا ما جرئت نمی کنیم اینا رو اینجا بگیم. میدونید یعنی میخوام بگم که خیلی توجه جلب کرده، اما فقط در حد مردم. میگم از این بابت خیلی خوشحالیم، چون اصلا انقدر مطرحه که وقتی من توی این کمیته زنان مطرح کردم که امسال باید شعارمون زن زندگی آزادی باشه، همه بدون اصلا بحثم نشد که آ بشه نشه، خوب است نیست،
فورا هم مسلمه، بله حتما. بله، اونجا مسلمه اینه که جنبش ژینا تاثیرات جهانی داشته و خب حالا گذشته از آمریکای شمالی و کشورهای اروپایی، تاثیر غیر مثبتی توی منطقه خاورمیانه و توی کشورهای مثل لبنان، سوریه، عراق، افغانستان داشته. اما من علاقمندم نظرتون رو در مورد کنفرانس مونیخ بدونم که بهش اشاره کردید. اون رو با بیننده های ما در میون بذارید لطفاً. ببینید، قبل از اینکه به این اپوزیسیون رضا پهلوی و اون چهار سه نفر دیگه یا 8 نفرشون، یک کنفرانسی رو توی امریکا در دانشگاه جورج تاون گذاشتم. بله، من واشنگتن. اینجا کوچولو یه خلاصه ای بگم، تو من خودم تو آلمان زندگی میکنم. همین الان شما به من بگید پروانه برای من یه دونه سالن بگیر توی دانشگاه برلین، تو دانشگاه مونیخ، تو دانشگاه هامبورگ، من تلفنی برای شما یه دونه اتاق جور میکنم. 4 تام صندلی میذارم، 20 تام صندلی تماشاچی، یه دونه مدراتور یا خودم هم میام اونجا میکروفونو میگیرم و با شما گفتگو میکنم. بعد میتونیم ادعا بکنیم که بله در دانشگاه مثلا مونیخ بوده. ولی اگر شما به صحبت هایی که اون آقای مثل که اسمش سجاد باشه میکرد، که البته این سجاد از نایاک بوده قبلا، مأمور جمهوری، در واقع لوبیست جمهوری اسلامی بوده، الان یواش یواش موضعش عوض شده اومده این طرف، طرف رضا پهلوی. این آقا خودش توی صحبتش میگه که ما سالن رو، این اتاق رو برای 2 ساعت داریم، یعنی 2 ساعت اجاره کرده بوده. درست. حالا منم اینجا میرم توی دانشگاه هانوفر، میگم یه دونه اتاق با ما بدید، 4 تام صندلی و این پرده هام که تو همه اتاقا هست و یه دونه هم اسکایپ مثل همینی که ما داریم راه میندازیم و خب دیگه جلسه شد دیگه. چنان اینها این کنفرانس رو بزرگ جلوه دادن، اینقدر این دروغ بزرگ بود که همه باورشون شد که واقعا یه کنفرانسه. این از این. از ایران که خانم عبادی صحبت کرد، که من واقعا سعی کردم که کاملا بیطرفانه گوش بکنم ببینم ایشون چی میگه. ایشون 5 تا 6 تا جمله داشت که هی تکرارش کرد و هی تکرار کرد. حالا معذوریت داشت، مشکل بیان داشت. ایشون ایران نبود، یه به عنوان یک زن ایرانی صحبت کرد، چون بله 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 ولی به عنوان یک حقوقدان صحبت کرد و من از یک آدم حقوقدان انتظار داشتم که بگه ما این هیئت 8 نفری که حالا تشکیل شده، مثلا به محض اینکه پامونو بذاریم ایران، به محض اینکه شروع به کار بکنیم، اولین کاری که میکنیم قانون مجازات اسلامی رو لغو میکنیم. یک کلمه صحبت نشد. البته اینو من میگم، امیدوارم که رضا پهلوی ندزدتش، چون این عادت داره شعارهای ماها رو میدوزه، گوش میکنه، یعنی ماموراش گوش میکنن بهش میگن حالا اینا رو بگو، ندزدنش. یکی از مهمترین چیزهایی که در ایران الان مطرحه در رابطه با زنان، این قانون مجازات اسلامیه، لایحه قصاصه. این باید هر کس که بخواد بیاد سر قدرت، اصلا برای من فرق واقعا دیگه نمیکنه، این لایحه رو باید ملغا اعلام کنه. نمیگن. نه فعال زن خانم علی نژاد، نه اون یکی خانم، نه خانم گلشیفته، نه خود رضا پهلوی، یعنی هیچ کس در رابطه با این مسئله مهم زنان، این انقلاب، انقلاب زن زندگی آزادی برای زنانه، این بند مزخرف غیر انسانی لایحه قانون قصاص و قانون مجازات اسلامی رو حرف اصلا نمیزن. یعنی من میترسم شاید این بمونه اصلا، حتی اگر این هم بیا، حالا یه خود دستوش ببرن اسلامش رو بردارن، ولی بمانه. این یه مشکل. این از کنفرانسش. بعد البته میبخشید من صحبتش رو قطع میکنم، من فقط برای روشن شدن بحث این دخالت رو میکنم و اون اینکه به هر حال به درستی یا نادرستی اینا اعلام میکنن که دولت های سکولار میخوان بیارن و اگر سکولار باشه دین از دولت جداست، اما خب به هر حال همیشه این خطر هست که بعضی از این قوانین رو نگه دارن. اما اون قشر به اصطلاح آگاه همیشه اعلام کرده که غیر از اینکه این قانون اساسی باید عوض بشه، قانون اساسی جدیدی بیاد،
باید دین از دولت جدا باشه، دین از آموزش و پرورش جدا باشه و دین از قوه قضاییه و قانون جدا باشه. من فقط برای روشن شدن البته این صحبت ها صحبت های آقای رضا پهلوی نیست، این من در مورد اون قشر مترقی دارم میگم. به هر حال میبخشید صحبتتون رو قطع نه صحبت کردم. درسته. ببینید دقیقا سر همین موضوع ما یک بحث دیگه ای هم داشتیم خیلی جالب. اینها میگن آزادی زن، لایحه موسوی میگه قانون اساسی باید تغییر کند، تغییر کند، نه برداشته بشه، قانون جدیدی نوشته بشه بر اساس همین جدایی دین از دین. بحث اینا نیست، اینا رو ما برداشت میکنیم که منظورشان این است. ولی بله اگر منظورشان این است، باید خیال خیلی قشنگ سیاه رو سفید بگن که ما منظورمون اینه که به ویژه خانم عبادی که خودش یک حقوقدان هست، باید سر این مسئله اصلا بگه من وظیفه مثلا توی این تیم همینه، بحث قانونه. و بعد چه ضمانتی داره؟ ضمانت اجرایی یک قانون چیست؟ قوه مجریشه، یعنی دولت. صحبتی که اینها در رابطه با دولت میکنن، میگن دولت سکولار، این یعنی چی؟ دولت سکولار ما در جهان نداریم. یا باید بگی من دموکراتیکم، جمهوری دموکراتیکم، جمهوری سلطنتی دموکراتیکم، جمهوری اصلا جمهوری هستم نیستم، سلطنتم چیم، اینو باز گذاشتن. البته این ترم سکولار بعد از انقلاب فرانسه به وجود اومد که دین رو از دولت جدا کردن، ترم شناخته شده. من نمیگم نباید راجبش صحبت کرد، نباید بیشتر توضیح داد و نباید همه مردم رو توی جریان قرار داد، ولی به هر حال یه چیز دیگه، سنت جا افتاده سیاسیه که وجود داره. تو آلمان نه؟ تو آلمان نه، من به طور کلی دارم میگم. منظورمه، ببینید همه بله میگن آلمان یک دولت دموکراتیک است، دین از دولت جداست، اینجوری نیست. بله کلیسا نقش بزرگی در دولت آلمان دارد. حتی رئیس جمهور قبلی ما یک کشیش بود. کشیش، البته خب اینا کشیش های متفاوت مال مسیحی ها، که دو سه تا مدل مسیحیت ما داریم که بعضی از کشیششون با کچلوار هستن، مهم هم نیست برای پروتستان این هم هست. کشیش بود یعنی. و بعد اصلا کلیسا، حالا کلیسای پروتستان، کلیسای کاتولیک، اینها کلیسای کاتولیک که اصلا در جنوب آلمان حرف اول رو میزنه به دولت، یعنی دولت اگه بخواد یه حرفی رو بزنه اول باید بره از اینا سوال کنه. کاتولیکا که اصلا تاریخششون معلومه، یه موقعی پاپ خودش توی قرون وسطا و بعد از قرون وسطا تو جنگای مذهبی شرکت میکرد، توی ارتش داشت و امپراتوری بزرگی داشت. اونا من زیاد دور نمیخوام برم، من میخوام همین الان صحبت بکنم. شیعیان اسلام، اونا به داشتن دولت مذهبی خیلی اتفاقا معتقد. ولی در شرایط کنونی همین امروز که اینجا ما نشستیم، روزهای تعطیل در جنوب آلمان با شمال آلمان که یه خود پروتستان یه خود آزادترن، اونجا روزهای تعطیلش تمامش جنبه مذهبی داره. از تمام روزهای تعطیل رو در جنوب آلمان شما نگاه بکنید، 80%، 90%ش مذهبیه روزهای تعطیلاشون. و حتی با شمال آلمان فرق میکنه تو به خاطر ایالت و فلان این حرف. حالا ولی ما برگردیم به خود این کنفرانس. حالا اینا یک کنفرانسی رو برگزار کردن، خیلی هم با عجله، توی صحبت‌های مسیح علی نژاد میتونستیم بشنویم که اینها توی یه اتاقی رفتن با هم دیگه تون تون صحبت کردن ما چی بگیم، کی چی بگه. یک، دو، این خود این فضای اینجا که بسیار اتاق کوچکی بود، اگر شما در یک دانشگاه معتبر برنامه برگزار میکنید، اینا سالن های خیلی حسابی دارن، سالن بزرگ آمفی‌تئاتر دارن، اون جلو میشین تمام سالن میتونه پر آدم باشه، نه یه اتاق کلاس درسی 4 تا صندلی گشودن اینا حرف زدن، اونام تو پرده حرف زدن. این سه تا که صحبت کردن به نظر من سه تا صحبت نخودی بود. تنها حرفی رو که باید زده میشد رضا پهلوی زد و گفت ما هستن کسانی که دارن رو پروژه ها کار میکنن، رو برنامه دارن مینویسن، یعنی ایشون هم خودش هیچ کار است براش دارن انجام. حالا
کسانی که نشسته بودن توی این اتاق، من واقعا جرئت نمیکنم بگم کنفرانس مطبوعاتی، چون من خودم در یک کنفرانس مطبوعاتی به عنوان ژورنالیست در کنوانسیون ژنو شرکت کردم، دعوت شدیم، ما رفتیم اونجا، 3 تا ژورنالیست ایرانی. اتاق کنفرانس مطبوعاتی اتاق معینیه، قشنگ بسته شده است، صدا رد نشه. ژورنالیستایی که اومده بودن با ما اونجا مصاحبه کردن اون سال، بوده 10 سال پیش، 10 12 سال پیش، تمام ژورنالیست های بین المللی از این کشور از اون کشور با ما مصاحبه کردن. بعدم ما رفتیم با خانومی که مسئول کنوانسیون ژنو بود گفتگو کردیم، که البته خدمت اونم رسیدیم ستایی، و اونم بیچاره مجبور شد بگه خب بفرمایید حالا یه چای بخوریم به. بعد کنفرانس مطبوعاتی رو من میشناسم چه شکلیه. بعد این کیا توی اون به عنوان ژورنالیستا نشسته بودن، یه نفر از یه رادیویی بود که من فکر میکنم یا روزنامه دانشجویی بود که حالا نشسته بود اونجا، دانشجویی بیچاره بود که انگلیسی صحبت کرد، بقیه تلویزیون من و تو، بی بی سی، نمیدونم اینترنشنال، یک تلویزیون و یا یک نهاد مطبوعاتی معتبر امریکایی تو اون سالن نبود، نه سی ان ان بود، نه سی بی 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 سی بی بود، نه سی بی بی بود، نه این بود نه آن. بعدم اون آقای سجاد فورا اعلام کرد که 2 ساعت تموم شد، زود باشین جمع کنیم بعد بریم. این یکیش. بعدم تهش هم اعلام کردن که ما میریم به کنفرانس مونیخ. مونیخ، بله. بر من خیلی جذاب شد که ببینم این کنفرانس که اینا دارن میان، این کی اینا رو دعوت کرد. شروع کردم یه مقدار سوال کردن، به من گفتن که خانم ما حتی تو هم دعوت نمی کنیم، حالا چه رسد که اینا. گفتم چرا، خب ما هم که آلمانی، من هم که رئیس یه حزبم، چرا من دعوت نمی کنیم؟ گفت این کنفرانس کنفرانس سران کشور هاست، یعنی وزیر امور خارجه میاد، رئیس جمهور میاد، کشورها میان و اینها با خودشون هیئت همراه دارن. شما برید به حزب سوسیال دموکرات که دولته، یا حزب سبز که دولت هست، بگید اونها شما رو توی تیم خودشون با خودشون بیارن مونیخ، بله شما مستقل دعوت نمیشید. از این رو من متوجه شدم که اینها خودشون، کسی اینها رو دعوت نکرده بود، نه اینو، نه مسیح علی نژاد و نه اون یکی رو، اینها با اون لوبیستی که جزء تیم وزیر امور خارجه آمریکا بوده جزء اون تیم اومدن. حالا تو مطبوعات سر و صدا کردن که بله ایران رو دعوت نکردن ولی ایشون رو دعوت کردن. نه اصلا این خبرام نبود، ایران دعوت نشد چون پهپاد داده بود به روسیه، روسیه هم دعوت نبود، ایران هم نبود. ربطی به اپوزیسیون و دعوا و این حرفا و ما اعتراضات داریم و نمیدونم این حرفا نداشت، ولی اینها به ما گران فروختن که اوشون رضا پهلوی رو اصلا دعوتش کردن که اونجا. بعدم خب یه چیز خیلی جالب تر اینه که ما چون تو آلمان هستیم این چیزا برای من واقعا خیلی شناخته شده است، فکر میکنم خیلی از عزیزان هم میدونن، هر کنفرانس 2 3 روزه ای یه ساعتهای گل داره، یعنی یه ساعتهای خیلی مطرح داره که توی اون ساعتها سران مثلا صحبت میکنن و اون ساعت ساعت 9 صبح نیست. کنفرانسی که اینها گذاشته بودن با اون آقای لوبیست امریکایی که ایشون اینطور که من متوجه شدم سجاد باز بود، حالا میگم سجاد کی هست که اصلا تو این جریان الان فعاله، اون بود و اون آقای لوبیست، ایشون جزء 15 مشاور یکی از نمایندگان سناس، که یعنی اصلا هیچ قدرت عملی و مهمی در امریکا نداره، یک نماینده مثل هزاران نماینده دیگه که تو سنا هستن و هزاران آدمی که توی کارکنان این هستن. خب این جلسه برگزار شد، شما اگه تو فیلم نگاه بکنید اینا توی دایره ای نشستن، دورشون هم 5 6 تا آدم هست و نشستن نگاه میکنن، گوش میکنن اینا چی میگن، تموم شد. یعنی به نظر من این، و در حاشیه، معمولا در حاشیه تمام این کنفرانس ها ده ها اتاق آماده است برای یه همچین گفتگوهایی، و کله صبح ساعت 9 اصلا هیچ نماینده دولتی یا نماینده درست حسابی تو اون سالن پایین بالا نمیره که بیاد بگه او آی رضا پهلوی حالا شما، من یه سوالم از شما دارم. اینا همش اون به عبارت یکی از عزیزان داشتم باهاش صحبت میکردم، خانم نازنینی به من گفت پروانه اینا کودتای مطبوعاتی میکنن.
واقعا هم درست میگه. یک کودتای مطبوعاتی که ما رفتیم کنفرانس، ما رو تحویل گرفتن، کسی ما رو تحویل نگرفت. از این کنفرانس ها 100 تا میشه سازمان ده. هر کی دوست داره بگه، من براشون ترتیب میدم که بیام برن صحبت کنه. از این زاویه عزیزان من که به این برنامه ها نگاه میکنن، خواهش میکنم، میدونم با دقتن، میدونم دقیقا، ولی با دقت بیشتر و نگاه عمیقتر به اینجور حوادث نگاه. خیلی ممنونم ازتون که از اینکه نظرتون در مورد این حرکت سلطنت طلبان اعلام کردید. به عنوان سوال آخر میخواستم به همون مسئله ای که اول این صحبتم اشاره شد و اون وضعیت مبارزاتی برای احقاق حقوق زنان در منطقه خاورمیانه، چون که ما خودمون از خاورمیانه هستیم، من فکر میکنم که تشکلیابی و رابطه گرفتن زنانی که در ایران فعالیت میکنن، در افغانستان هستن، در سوریه هستن، در عراق هستن، حتی در ترکیه هستن، چون که میدونیم که دولت آقای رجب اردوغان چه دولت بنیادگرای اسلامی داره. اگر بشه اتحادی، رابطه ای بین زنان این منطقه به وجود آورد، خب من فکر میکنم که دستاورد خیلی بزرگی، البته نمیخوام راجبه چیزایی صحبت بکنم که امکان پذیر نیست، چون که من فکر میکنم که با حرکاتی که الان توی افغانستان هست و زنان افغانستان شدیداً زیر فشار هستند، با وقایعی که تو ایران داره اتفاق میفته، زنان لبنان چقدر از این جنبش جینا حمایت کردند، اگر بشه بین اینها رابطه ای رو برقرار کرد که بتونن تجارب مبارزاتی خودشون رو با هم در میون بذارن، به هر حال قدم خیلی بزرگیه که بتونن با هم همگرایی داشته باشن. میخواستم از شما بپرسم ببینم تا چه حد حزب چپ آلمان که شما توش فعال هستید میتونه این مسئله رو بین پناهنده های کشورهای مختلف که توی آلمان هستن به وجود بیاره و کلن این ایده رو بینشون رواج بده که با همدیگه تماس بگیرن. البته میدونم مشکلات زبانی هست، فرهنگی هست، قومی هست و امثالهم، ولی به هر حال روشنفکران و پیشروان چپ تمام این مللی که ازشون اسم بردیم، اونا میتونن غلبه بکنن به مسائل سنتی. فکر میکنید حزب چپ آلمان میتونه تو این راه قدمی برداره و نقش موثری داشته باشه؟ تونستن میتونه، به راحتی میشه ارتباط گرفت، یک روز رو تعیین کرد، دور هم جمع بشن. منتها زبان مشترک همه این مللی که شما اسمشون رو آوردید از کشورهای متأثر از اسلام، اینها زبان مشترک آلمانی. مثلا من عربی بلد نیستم، کردی بلد نیستم، در نتیجه باید به زبانی صحبت بکنم، یا ترکی، آذری بلد نیستم، در نتیجه باید همه با هم به آلمانی صحبت کنیم. هرچند که من تفاهمم نسبت به زبان از مردم ملل مختلف بسیار بالاست، یعنی وقتی طرف به من میگه، مثلا تو خیابون بهم میگن محمدانا، میفهمم منظورش اینه که آیا شما مسلمان هستی یا نه. یعنی تفاهم رو خیلی زیاد نشون میدم، دارم. اینتها عرض کردم به علاوه بر مشکلاتی که ما در این کشورها داریم به عنوان زن، به عنوان به عبارتی مهمان این کشورها، علاوه بر اینها مسائل دیگه هم وجود داره. منتها بحث
انقلاب زن زندگی آزادی من توی خیلی جاها میشنومش. این بحث باید جمع بتونه بشه، این احتیاج به یک تیم قوی داره که بتونه روی این موضوع سازمان بده، برنامه‌ریزی کنه، دعوت بکنه تا دیگران بیان و نظراتشون بگن. الان طی این چند وقت گذشته ارتباطاتی که با حالا من گرفته شده یا من با اون عزیزان گرفتم، زنان کرد هستن، کرد از سوریه، از ترکیه و از عراق، زنان فلسطینی هستن، زنان لبنان و کشور همسایه لبنان، به خصوص فلسطینی ها در این زمینه الان خیلی فعالن زنانشون. اینها تونستن با ما در ارتباط باشن و بعد این پراکندگی باعث میشه که پیدا کردن این عزیزان یه خورده دشوار میشه، به اضافه اینکه اسم حزب چپ هم که میاد خورده ترس برشون میداره و من همیشه میگم ما اصلا ربطی به این حزب نداریم، میخوایم با هم دیگه بشینیم گپ بزنیم. در این 8 مارس من فکر میکنم پیش گویی اگر بکنم با خیلی از این زنان آشنا خواهیم شد، به ویژه که دختران جوان که با حجاب توی خیابون میبینم و بعد منو میبینن که من هم موهای مشکی دارم و قطعا از قیافه هم معلوم که ایرانی هم، فوری باهات ارتباط میگیرن و میگن که ما کی میتونیم وسط خیابونای آلمان این روسریامون رو بسوزونیم. چه عجله. یعنی هیچ حرف دیگه هم زده نمیشه که تو کجایی هستی، من کجایی هستم، در فاصله کمتر از 1 دقیقه میگن ما کی میتونیم این کارو بکنیم، چون توی خیابونای آلمان شما آتیش بخوای راه بندازی درد سره، باید بری مجوز بگیری و فلان. به قول لنین میگفت تو آلمان اگه شما میخوای تظاهرات بکنی میری بلیط اتوبوس میخری. حالا اینجا هم همینطوره که من به اینا میگم تصمیم بگیرید، با هم حرف بزنید، تصمیم بگیرید، بعد من امکاناتش فراهم، بعدم رد میشیم میریم. یعنی تأثیر خودش رو گذاشته، منتها این تأثیر باید بشینه تو این ذهن ها. ما باید یه مقدار به عزیزان کشورهای مختلف فرصت بدیم که این مقدار سر این موضوع با هم دیگه اصلا صحبت کنن. دختران جوان توی مدارس، توی محل کار، هر جا که هستن، پرستارن، فلان، اینها باید بهشون فرصت بدیم که این اندیشه زن زندگی آزادی بنشینه. وقتی نشست اون وقت شما میبینید که چه حوادثی در این کشورها اتفاق خواهد افتاد متأثر زن زندگی آزادی. رفیق پروانه، از اونجایی که به پایان اون وقت موعودمون رسیدیم، البته نه اون وقتی که شما در مورد آقای سجاد میگفتید، ما وقت پخش برنامه‌مون از شبکه اندیشه معادل 55 دقیقه است، ولی خب تلویزیون حزب کمونیست ایران اون وقت بیشتری داره، برنامه 24 ساعته ای داره که مرتب پخش میکنه. ولی میخواستم به مناسبت روز جهانی زن امسال 2023 از شما به عنوان دبیر اول حزب چپ آلمان در شهر هانوفر یک پیام بگیرم. در حقیقت در عرض 1 دقیقه، 2 دقیقه، خیلی مختصر، شما چه پیامی برای زنان ایران دارید؟ بیستیم خب بیستیم، فقط 1 ثانیه شد اصلا دیگه تو ایستادن خیلی چیزها وجود داره. بچه های ما، دخترها، همه زنای جوان، دختران، مادران، همه پشت صحنه به دخترانشون کمک میکنن. میبینید الان تمام مادران هستن که دنبال بچه هاشون هستن، همه ایستادن و باید ایستاد و باید مقاومت کرد. میدونم سخته از این ور دنیا به اونا بگن وایسا، میگه با دلت خوشه حرفی که خود میزنی، ولی فقط باید ایستاد و واقعا ایستادن. دیگه ایستادگی رو چجور باید نشون داد؟ شما این منشور رو نگاه بکنید، لغت به لغتش معنا داره، لغت به لغتش اندیشه دوشه. من دیگه چی بگم؟ گفتن، اونا به ما میگن، من چه پیامی بدم؟ اونا به من پیام بدن. خیلی ازتون ممنونم خانم پروانه بوکا.
دبیر اول حزب چپ آلمان در شهر هانوفر و همینطور عضو هیئت دبیران ایالتی حزب چپ آلمان در ایالت نیدرزاکسن و رئیس فراکسیون در پارلمان منطقه شهر هانوفر، واقعا از شرکتتون تو این برنامه تشکر میکنم. همیشه از حضور شما در برنامه های ما برای بیننده هامون خیلی لذت بردن، براشون جالب بوده از صحبت هایی که میکنید. امیدوارم بازم بتونیم در مورد مسائل مشابه شما رو داشته باشیم و با بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر و تلویزیون حزب کمونیست ایران تا برنامه بعدی بدرود. بدرود. سپاس. هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم، جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری، جهان شاد و بهتری.